مهمترین و بزرگترین قسمت یه خودروسازی چه قسمتیه؟ قطعا تولید و طراحی و خط تولید و اینجور چیزا نیست. فروش و بازاریابیه و مهمترین قسمت فروش و بازاریابی تبلیغات درسته. امروز اومدیم چند تا از تبلیغات خفن خودرویی رو ببینیم کدوم نظر ما رو جلب میکنه که اون ماشین رو بخریم و چه نمره اون تبلیغ میگیره و کدوم از همه بهتره. این ویدیو رو لایکش کن، منتظرت میمونم. کانال منو ساب کن، زنگولش رو فعال کن، بریم ببینیم چه تبلیغایی داریم. خب اولین تبلیغ رو با هم دیگه ببینیم. تبلیغ سیترونه. خب یا خدا، بلند شد ماشین، آدم شد ربات. چی میرسه؟ کچی. خب الان سیفور، سیترون سیفور برش هم شد ماشین. بیاید سیفور بخرید، میرخصه. من به اون تبلیغه چیز دادم، اگه بخوام از ده نمره نمره بدم، اینی که بخواد منو جذب کنه که من بخرم این ماشینو، ها اینجوری دارم نمره میدم که مثلا من بشینم نگاه کنم، احساسی بشم، یهو تصمیم بگیرم این ماشینو بخرم. دو، واقعا از ده نمره دو بهش میدم به این تبلیغ قبلیه. بریم برای بعدی. فکر کنم اینو دیدم، ندیدم. ماشینش رفت، ماشینو رفت، ماشینو بگیر. یا خدا خیلی بده این حسا، از دره داره پرت میشه. مدل ماشینشو هنوز نمیدونم چه مدلیه، یه آقایی داره میبینه و دوچرخه یارو رو دزدید. ای بابا پیچ، تو این شرایط واقعا آدم باید چیکار کنه؟ حتما سویچ رو نیورده. او شیت، وای، دیدی گفتم؟ گفت شد فرمون. روح پاک سلامات. تبلیغ چی بود این؟ تبلیغ سویچ بود؟ یا ترمز دستی رو نمیدونم تبلیغ چی بود. به تبلیغش اگه بخوام نمره بدم جالب بود. تبلیغ 5 میگیره، شماره 5. ماشین معلوم نیست، یه چیزی داره از اون دور میاد. این اون ماشین است که 1000 کیلومتر بر ساعت روی خشکی رکورد زده. فکر کنم این اون ماشین است، نمیدونم چیه، ولی موتور جت روش بوده. حتما میخواد بگه که اینی که داره ازش فیلم برداری میکنه این برند ماست. بر فکر کنم اینو دیدم، نمیدونم شما دیدید یا نه. شما هم نمره بدید. خب اگه حال داشتید بنویسید شماره داره. خب 1 2 3 چه نمره ای میدید؟ ترمز گرفت که وایسه. خب وایساد کن. یه نفر اومد که دوربینو چیز کنه. بله بی ام و است و این تبلیغ بی ام و بوده. اگه بخوام نمره بدم به بی ام و M5 2000 چنده این؟ چقدر قدیمی بود. اگه بخوام نمره بدم به این تبلیغ، حالا به نسبت، چون اینا خیلی قدیمیان، کیفیتاشون اومده پایین، ولی به نسبت زمان خودش 6 میگیره. از نظر من 6 میگیره. من کلا حالا دیگه اینجوریه. خب اینا دارن یه حرکتایی میزنن اینجا. اون ماشین فکر کنم توییتاست، اینجوری درو باز کرد و بنرمنر دارن میزنن، از این چیز نرما دارن میزنن به ستون. آره بستش محکم. چه اتفاقی قراره بیفته؟ من اینو ندیدم تا حالا. درو بست و راه افتاد. پول اونلی انقدر. چی بود؟ ها ها، فهمیدم چی شد. اومدن تبلیغ فولکس واگن رو گذاشتن و اومده بودن اب زده بودن به این ستونه، چون مردم نگاه میکنن به این ستونه نخورن زخمی بشن. دمشون گرم. نه حال کردم، فکر کنم این میخوره. آه چقدر خوب بودین. این 8 من بشینم، یه خورده طول کشید تا بفهمم، ولی نمره 8 میگیره. خیلی باحال بود. اینم که میدونید تبلیغ پژو خیلی باحاله، خیلی باحاله. یه دونه ماشینه، نمیدونم چیه اینا مدلش، ولی قدیمی هندیه. یه صحنه اینجا داره، باید نشونتون بدم. فیل نشست روش، البته ردش کرد صحنه رو، داره چکشکاری میکنه. بزنید عقب ببینید، اونجا که میزنه به دیوار سرش میخوره تو شیشه خورد میشه. کمربند یارو نبسته بود، تو فیلم باگ دادن. الان اینجوری میکنه،
بعد دهه اونا چیز دارن، عینگی دارن، تو شب عینگی زدن تبلیغ پژو. اینم انصافا حالا من اینو دیده بودم، ولی تبلیغای زمان خودش واقعا خوب بود، واقعا قشنگ بود. مثلا طرف نداشته اومده 206 رو اینجوری درست کرده و توی موزه فکر کنم پژو توی هند، یعنی نمایندگی پژو توی هند این ماشین رو توی موزهش گذاشتن. خب اومدن یه دونه فکر کنم 206 واقعا یه دونه 206 اومدن داغونش کردن گذاشتنش اونجا، این تبلیغ رو باش گرفتن. و اگه بخوام نمره بدم واقعا نمره 8 رو میگیره این تبلیغ. من چون اینو دیده بودم قبلا. خب این چیه؟ دو تا دست یه پیچ میاد باحاله. این هوندا 70 آدم دوست داره بشینه یه ساعت اینا رو نگاه کنه، چقدر باحاله. او این مدلای هوندا است فکر کنم به ترتیب داره میگه. اون اول موتور بود، شاید تولید کننده موتور بوده، بعد موتور انجین، بعد شد موتور 70 و اینا الان شده هوندا ریس و محصولات هوندا. جالبه تبلیغش، جالبه. مثلا اومده گفته ما این همچین مثلا محصولاتی داشتیم از اینجا بگیر تا اونجا و بله این چمنزن خروجه رو نگاه خروجه چی میگه. ولی انصافا درست کردن این ویدیو خیلی شوخی نیستا، اینجوری میکنه اینجوری میشه و این با همش کامپیوتری، ولی چقدر خفنه. هوندا The Power of Dreams. اگه بخوام به اون تبلیغ نمره بدم 6 رو میدم، این خورده طولانی بود. تبلیغ بعدی چیه؟ یه سری آدم هم تویتا هست، میتسویشی هست، اینو ساحل ارده آب ارده 50 نفری افتاده. اما اصلا اوه مثلا این قدرت تویتا هایی که نارگیل رو زد نس کرد انقدر سفت دیگه. حالا اینا دارن ازش استفاده میکنن، نمیدونن ماشین باید چی استفاده کنن. نارگیل بچینن هایلوکسه، چقدر نارگیل خوبه. خدای تویتا هایی به اینا داد برن باش نارگیل بچینن. اگه بفهمن این راه میره چی میشه. تبلیغش باحال بود، من شماره 7 رو بهش میدم. به نظرم 7 منطقی و خوبه. تویتا ببین، اینی که مثلا یه شرکت پرفروش‌ترین ماشینا داره الکی نیست. میگن 50% 60% ماشینای دنیا توییتان یا زیرمجموعه توییتان. خب تبلیغاتش خیلی حرفه‌ایه، خیلی تبلیغ داره، یعنی اصلا قطع نمی‌کنن تبلیغات. هر جا بری تبلیغات توییتر رو داری می‌بینی، تبلیغاتش هم خیلی متفاوته. به خاطر اینه شماره 8 تبلیغات چی؟ این تبلیغ چیزه، مرسدس بنزه. میدونستی مرغا اینجوری کنید سرش تکون نمیخوره؟ بعد اومدن مثلا گفته که مثلا هر جوری جاده باشه مرسدس شما مثلا نرم و تکون نمیخوره و اینجور صحبت ها. بعد اومده بود جگوار اینو مسخره کرده بود. خب اینا داشتن اینجوری میکردن، یهو پر مرغ کنده میشه. کاش تبلیغشو بذاره. پر مرغ کنده میشه و چیز میاد یه دونه جگوار، خب پلنگ دیدم چیه، میاد میخوردش. بعد میگه برو بابا نرمی و اینا صحبت ها میگه جرد میدیم. سی؟ It's just like a Mercedes. منم مرسدس بنز سیستم تعلیقم. چه تبلیغیه، چه مرغیه، حال نکردم. ببین مثلا از بنز اینا انتظار نمیرفت با مرغ برداره مرغا رو اینجوری کنه، اصلا حال نکردم. من 4 رو میدم بهش. درست بود و محتوا خوب بود، ولی چرا باید مرغ بیای بگیری تبلیغ مرسدس؟ مثلا حال نکردم. در کل خیلی چاکریم، امیدوارم که حال کرده باشی با اینجور ویدیوها. اگه حال کردی دوباره لایکش کن، اگه لایک نکردی کامنت های خوب برام بذار و چنل رو ساب کن، زنگولش رو فعال کن، ویدیو جدید میذارم ببینی. و خیلی چاکریم.